دکتر ایرج ناصریان، وکیل رسمی امور مهاجرت در ایالت کالیفرنیا، دادگاه‌های فدرال و دادگاه‌های BIA در خدمت جامعه ایرانی و فارسی زبانان در سراسر جهان. در دفتر حقوقی دکتر ایرج ناصریان، امور مربوط به اخذ ویزاهای کار، دانشجویی، اقامت دائم و گرین کارت، تبعیت و همه موارد قانونی مهاجرت به ویژه جلوگیری از اخراج موکلین با دقت پیگیری و تا گرفتن نتیجه مطلوب انجام می شود. برای انجام کارهای مهاجرتی خود با اطمینان با دفتر حقوقی دکتر ایرج ناصریان تماس بگیرید. تلفن های تماس 855 947 7900 و یا 310 337 7900 و یا ارتباط از طریق وبسایت www.lyingcal.com. بینندگان عزیز در هر جای دنیا که هستین، امیدوارم که روز و روزگار به خوشی بگذرونین تحت شرایطی که موجود هستش. برنامه ما طبق معمول روزای طبق معمول که نمیگم در ظرف یه سال گذشته از ساعت 8 تا ساعت 9 صبح که واقعا بگم با توجه به بعد مسافتی که من از خونه تا اینجا دارم خیلی برای من سخت‌تر شده، ولی خب به هر صورت برنامه که من شروع کردم ولی نمیتونم ناتمام بذارمش. هدف این برنامه همونجور که من بارها صحبت کردم، برای کسانی که اولین بار برنامه رو نگاه میکنن، هدف ما این بودش که بیام اون چیزایی که در مورد ایمیگریشن اتفاق میفته، قوانینی که هستش یا اینکه لوایحی که به مجلس هست یا دستوراتی که یک جاج در مورد پرونده‌ای داره که ممکنه که یک پرسیدنس قبلی نداشته باشه، اولین باره که جاجی همچین دستور داده، اینا رو صحبت بکنیم و آشنای مردم بیشتر بکنیم. البته این کاری که من کردم ممکنه که یک منافع زیادی داشته، ولی خب مزار کمی هم داشته. مزار کمش اینه که بعضیا فکر میکنن که مثلا بگم با رفته با خوندن فلان قانون یا پر کردن یک فرمی میتونن یک کار رو انجام بدن. خب در بعضی موارد ممکن این انجام بشه، ولی در بعضی موارد یه اشتباه کوچک ممکنه کار خیلی رو خیلی عقب بندازه. به عنوان مثال یک نفری در حدود اول هفته پیش بود به من از یک ایالت اون طرف آمریکا بالای نیویورک طرفا زنگ زد، گفتش که من فرمامو پر کردم برای برادرم اینا و میخوان مثلا بگم که چی بدن برادریمو باید که ثابت بکنم، یا اینکه مثلا بگم که ماها چیز نیستیم، ماها از در ایران نمیدونم چی میگن نابرادری نیستیم. خب این مسئله نشون میده که یه اشتباه شده. اشتباهی که شده اینه که تو فرم پر کردن یه جایی رو مثلا نباید یه جایی رو مارکش کردن و این خودش ببینید چقدر عقب میفته. پرونده دست ایمیگریشن میفته، به خصوص در موارد خواهر برادری اینا، که چیز خیلی زیادی داره، به حساب زمان اپرووالش خیلی زیاده، پرونده رو افسر میذاره اونور میز. چرا میذاره اونور میز؟ برای اینکه مثلا بگیم به آفیسر چندین پرونده میرسه،
یه پرونده زن و شوهره، میبینه این زن و شوهر کی برای کی تقاضا کرده. مثلا بگیم خانومه برای همسرش تقاضا کرده، خواهره یه خانم یا میتونه گرین کارت داشته باشه یا اینکه سیتیزن باشه. خب اینا رو به طور اولویت میذاره، میبینه اونی کسی که مال سیتیزن هستش باید زود کارش انجام بشه، حتی دو سه ماهه باید اینو اپرووش بکنه. پرونده که مال مثلا بگم همسر گرین کارت برای همسر خارجیش تقاضا میکنه، او مثلا الان که کارنته ولی قبلا مثلا یه سال و نیم دو سال بیشتر طول میکشید، اونو میذاره اون طرف در. پرونده ای که مثلا بگم مال یک سیتیزنی که برای فرزند مجردش تقاضا کرده، خب 6-7 سال طول میکشه میذاره. اونی که مال برادر خواهره 14 سال طول میکشه، اونو میذاره اون بره میز، میگه او حالا یه عالمه وقت داریم. موقعی که میرسه بعد از مدت ها به اون پرونده ای که مال خواهر و برادره، نگاه میکنه این یه چیزی کم داره، یه مدرکی که باید داشته باشن نذاشته. خب یه این ور میداره یه نامه مینویسه کسی که پتیشنر یا متقاضی، request for evidence، تقاضا برای ارائه شواهد. خب این نامه تا میاد که این بنویسه و تا میاد بره و دست اون طرف برسه و اون طرف تهیه کنه، یه دو سه ماه از پرونده میگذره. رون حساب میخوام بهتون بگم که آره درسته که یه گرده میتونن برن روی این فرم ها نگاه بکنن، بعضی موقع اینستراکشنش رو نمیخونن قشنگ که باید بخونن. اگر اینستراکشنش رو بخونن مشکل نخواهند داشت، ولی موقع که اینستراکشن نخوندن باعث عقب افتادن پرونده میشه. این پیغام بود که من میخواستم به همه بدم. یه چیزی هم میخواستم بگم، امروز که الان چند دقیقه پیش با امیر صحبت میکردیم، یک خانمی هستش که برای این تلویزیون قبلا کار میکرده، سالها من میشناسمشون، چندین بار زنگ زده من جوابشو ندادم، برای اینکه انقدر از این تلفنای اسکم از این تلویزیونای تبلیغاتی میرسه که آدم گوشی رو ور میداره صحبت میکنه، میبینه که مثلا بی خود هستن و بخواد تبلیغ بکنی جنسی رو، وسط کاری کارتو ول میکنی تلفن رو چی. رون حساب من به اکثر تلفنایی که نمیشناسم جواب نمیدم و از الان خواهش میکنم اونایی که تلفن میکنن اگر احیانا من جواب ندم، یعنی شمارهشون رو نداشته باشم توی به حساب لیست کانتکت هم نداشته باشم، پیغام بذارین. من پیغام رو شکی نداره که تا میتونم ظرف 24 ساعت جواب میدم، اون موقع بهتر میتونیم با هم صحبت کنیم. من شرمنده نمیشم، شما هم دل و پسی و دل خور نمیشیم. به هر صورت موضوع دیگه که من قسم صحبت کنم بازم اون صحبت سپاه هستش. دو سه روز پیش یه نفر به من زنگ زد از نواحی شمال ایران که واقعا کوالیفیکیشنش خیلی خوب بود، کوالیفیکیشنش بود برای مثلا بگم EB1 که skilled worker یا professional exceptional background داره، خیلی خوب بود. اصلا دیدم که آره خیلی زود میشه این کار رو انجام بده و برای EB1 معمولا بگم اگر که درست انجام بشه نباید بعد از 5-6 ماه طول بکشه. بعدن که من تلفن یعنی به حساب ایمیل بهشون جواب دادم که آره مثلا شانس خیلی خوبی داری شما این کار رو انجام بدی اینا، بعد شروع کردم صحبت های دیگه کردم، دیدم که ایشون در سپاه خدمت کرده.
برای من تصدیق رانندگی کالیفرنیاشو فرستاد، آیدی کارتشو فرستاد، در چه مدت اومده بوده کالیفرنیا، کجا زندگی میکرده، اون مدتی که ویزیتور اومده بوده و به حساب به تازگی ویزای کانادا رو گرفته. ولی گفتم بهش متاسفانه من کار نمیتونم بکنم، با وصفی که اینقدر کوالیفیکیشن شما خوب هستش ولی با وصف این سپاه یک سدیه که برای ایرانی ها گذاشته شدن. و برای نمونه بهشون گفتم من فکر کنم این آقای دکتری که من میخوام صحبت میکنم گوش میکنم، برای که من میدونم که همیشه بعد از برنامه یا با ایمیل یا با تلفن لطف میکنن و با من تماس میگیرن. به این آقا گفتم، گفتم آقا جون من یه نفر دکتری دارم که این اومده در آمریکا بارها اینجا مسافرت کرده، اومده سبتکال لیوش رو اینجا انجام داده، تخصصی اینجا گرفته و بعد از اینکه رفته خدمت سربازی به غیر از اون دو هفته اول این آقا رو دیدن که خب دیگه ازش رژه نمیخوام بگیرن، ازش میتونن به طور کلی در جای دیگه استفاده بکنن. همینجور که در زمانی که ما در ایران بودیم من خودم دو سه نفر رو داشتم که اینا فوق، مثلا اینا منسی بازر نمازد بخوام فوق لیسانس بازرگانی گرفته بودن از انگلیس، از اون طرف اون طرف اینا خدمت اولیه سربازشون رو انجام میدن، بعدا پخش میشن تو وزارتخونه ها و ادارهای دیگه که از اونجا بهتر بتونن از تجربه اینا استفاده بکنن. خیلی خوب، این آقای دکتر اومدم بعد از مثلا یه دو هفته اولی که رفته اونجا رژش رو گرفته بود، نمیدونم چجوری، نمیدونم مثلا ببینم اون چیزای ارتشی رو، اون تعلیمات اولیه رو دو هفته اول یاد گرفته، فوقش هم بردن مثلا بگم اون وقتی که ما میرفتیم اون گردنه قوچک بود، مثلا تارگت میذاشتم با اسلحه یه تیری هم مینداختیم. این تن تجربهش از تماس با اسلحه اون بوده. این آقا رو ما به هر جایی که رفتیم که آقا این 30 سال استاد دانشگاهه، چندین بار اومده اینجا، الان برادر همسرش که سیتیزنه برای اینا تقاضا کردن، همسرش و پسرش رو ویزا دادن، به خود اینا ویزا ندادن. حتی ما با لول کنسول، معاون کنسول در مورد ویزا تماس گرفتیم که وضعیت اینجوری و اینجوری، و بعدم یادآور شدیم گفتم آقا در سال 2022 تو ماه ششم اومدن سه تا وزیر نشستن و گفتن که این سپاه شرایط خیلی سختیه و این رو باید، یا مثلا کسانی که کنسول اینا رو جز به حساب افرادی که از ممالکی که تروریستی لیست شدن، از اونا اگر میاد از اونجا میان چکار بکنین، ردشون بکنین. بعد ما اومدیم توضیح دادیم تمام زندگی این شخص رو نوشتیم، خیلی خیلی زیادم نوشتیم که آقا این اصلا ربطی بیداده، اصلا نداره، این رفته خدمت، این دانشگاه پزشکی رفته درس داده و مریض معالجه کرده، یا اینکه یه نفر بودی که مثلا رفته سربازی، سرباز صفر بود اونجوری که من یادم بهشون گفتم، و این از ولی که رفته رفته تو آشپزخونه، نمیدونم بهش گفتم سیب زمینی پوست بکن، این که در مورد سپاه تصمیمی نگرفت، اصلا نمیدونه سپاه واسه چی اومده، واسه چی وجود داره، چی کار میکنه، هیچی نمیدونه. البته خب با احترام زیادم من میخوام بگم اون آقای دکترم درباره سپاه چیزی نمیدونه، فقط یه چیزی بوده میگه خدمت سربازیم باید برم انجام بدم، رفته انجام، خودشو معرفی کرده، دو سه ما یه دو هفته فرستادنش برای بیسیک ترینینگ، بعدم رفته استاد دانشگاه، اصلا نمیدونه
دلیل سپاه چیه، کار سپاه چیه، دیتیلش چیه و هیچ چی نمیدونه. چرا این شما به حساب اکسکلودش میکنین؟ بعدن جواب به من دادن که در حدود 15-16 تا سناتور اینو از وزیر امنیت داخلی سوال کردن که اینو بیشتر توضیح بدین که منظورتون از این رد کردن این افراد چیه. اونا نوشتن که اون چیزی که ما وضع کردیم، اون بخشنامه‌ای که وضع کردیم در مورد افغانی‌ها بودش که در موقعی که آمریکا در افغانستان اینوالومنت داشت، اینا مثلا یا سفارتخونه کار میکردن یا مترجم بودن یا راننده بودن. به اینا اصلا رفتی به سپاه ایران نداره و سپاه ایران هنوزم چیه؟ هنوزم جزو اون به حساب این الیجیبل برای گرفتن ویزا یا ایمیگریشن اصلا. یا مسئله تازه ترین چیز، دو سه هفته پیش یه نفر من داشتم که از موقعی که از دبیرستان فارغ التحصیل شده رفته خدمت نظام، انداختنش تو سپاه، بعد اومده بیرون بلنش رفته آلمان، 20 خورده سال در آلمان زندگی کرده، پاسپورت آلمانی داره، الان ویزای دانشجو اینجا ردش کردن، گفتن که تو سپاه. رو حساب مسئله سپاه هنوز همونجوری سر جاش هست. متاسفانه الان نگاه میکنه آدم با فعالیت هایی که بیشتر آدم موقع زیاد حرف میزنه مثل گلوش احتیاج داره که کمی گریسکاری بشه. به صورت برای سپاه وضعیت اینه، فرقی نکرده. آیا ممکنه در آتیه فرقی بکنه؟ من نمیدونم که چه اتفاقی در ایران افتادش که یک مرتبه بگم مثلا 10 ماه پیش با اون شدت مسافرت های مختلف افراد سرشناس ایران اینور رفتن اونور رفتن، مردم تظاهری هم 500 خورده جوون بگم حیف اون مملکت کشته شدن، یه مرتبه صدا خوابید. ما نمیدونیم که این صحبت ها در میخواد قطر باشه یا اینکه در عمان باشه یا در کجا باشه، ما نمیدونیم که چه اتفاقی افتاده. نه که من نمیدونم، خیلی کسانی هم که حتی نزدیک در واشنگتن هستن نمیدونن. مسئله بودشون وقتا میگفتن، به شوخی میگفتن، البته میگفتن دختره بود و داره پلو مادرش که مامان گفت چه، گفتش که من کیف گوچی گرفتم. گفت خب چی دادی که کیف گوچی گرفتی؟ حالا معلوم نیستش که اونجا بده بستون چی بوده که یک مرتبه یا آتشی بلند میشه و این آتشی یه مرتبه خواهد. البته خب درسته که این آتیش رو به ظاهری خامونده شده، من حالا یه مرتبه از ایمیگریشن میرم اون طرف، ولی انقلاب انقلابه اینه که یه چیزی شما عوض میکنی. اگر بخواد خیلی بازور و اینا باشه میگن کودتا کرده. یه مرتبه میبینیم مثل انقلاب فرانسه سالها بوده که مثلا کتاب های نوشته شده، مثلا قراردادهای اجتماعی با ژان ژاک روسو نوشته شده، یا مثلا کتاب های زیاد، نمیدونم نامه های زیاد اومده و یواش یواش به جای رسیده که اون سلطنت لوی 16 همه یه مرتبه به زیر کشیدن و همشون رو با گیوتین زدن. خیلی خوب، مسئله اینه که در ایران هم الان درسته که سرصداها خوابیده، تو خیابون ممکنه که مردم دیگه بترسن واقعا، یعنی وحشت رو به قد زیاد کردن که بترسن، یا به فرض اینکه اومدن الان اجرا دادن. من یکی از کلاینتان پیروزی اومده بود
این البته از اون سرمایه‌گذار 500,000 دلاری رفته بود دیگه، این کار چه رفته بود ایران برمیگشت، میگفت اصلا باورم نمیشه، نمیدونم همه حجاب را. گفتم مسئله حجاب نیست، مسئله فکر مردمه. آزادی مردم از یک حالت آزادگی مغز تو مغزشون این تخم کاشته شده و این تخم بالاخره چی میشه؟ شایع میشه، تو خانواده صحبت میشن، بچه های جوانی که خیلی علاقه دارند که به زندگی بهتری در آتیه، که دیگه پزشکی هستش، که دیگه احتیاج نداره راننده تاکسی بشه یا دکتری، من دارم خانواده شوهر، زن و شوهر هر دو دکترن، اینجا تو بیمارستان کار میکنن، ولی این تخم آزادگی در مرز اینها کاشته شده، بالاخره جوونه میده. یه دونه گندم زیر خاک میذارین، بعد از یه مدتی این جوونه میزنه، اهمیت نداره اون اهمیت نداره که اون زمین چقدر سخت باشه. به هر صورت مسئله اینه که الان ما جوری هستیم که ما نمیدونیم که چه اتفاقی افته، چرا باید به این آقای دکتر یا اون پسری که مثلا بگم که در شیراز هستش و اصلا توی خدمت نظام هم که بوده، چون هنرمند بوده مثلا برنامه هنری را انجام میداده، یا یه نفر که راننده بود، یا این آقایی که متخصص خیلی درجه یکی هم نگفتم در شایش، این اینو باز چی نمیذارم بیه؟ اینجا اومده تصدیق رانندگی داشته، نمیدونم مدت اینجا بوده، زیر شش ماه که بهش ویزا داده بودن خارج شده و تازه ویزارم تازه گرفته بوده، یعنی مثلا 4-5 سال پیش گرفته بوده، چطور اون موقع ویزا بهش دادن وارد آمریکا بشه؟ الان من بهش گفتم من این کارو انجام میدم، ولی بعد از اول میگم که ما برخورد با موانعی میشیم که نمیخوام زحمت من از بین بره و نه اینکه پول تو از بین بره، و این رو بیشتر روش فکر بکن. بعدا به من اینو، من جواب کسانی که درباره چیز هستم درباره سپاه صحبت کردم. صحبت دیگه که میخواستم بکنم اینه که الان وضعیت ایمیگریشن خیلی مشکله، به خصوص برای وکیلا مشکله، برای اینکه وکیل همه کارش کرده، اپلیکیشن رو فرستاده، حتی کسانی که غیر وکیل بودن خداشون از خونه خود کارشون انجام دادن، همین پرونده‌شون درست کردن، از اداره مهاجرت که زیر نظر به حساب امنیت داخلیه تصویب شده، ولی خب اداره مهاجرت که ویزا نمیده، باید بفرستنش به وزارتخونه که مسئول دادن ویزاست. اون وزارتخونه چیه؟ وزارت کشور آمریکاست. وزارت کشور کاری با ویزا میدین؟ آره زیر نظرشه، ولی انقدر کارهایی در سطح دنیا دارن که اینو گذاشتنش یه قسمتی به نام اداره توی وزارت کشور به نام ویزا سنتر هستش، MVC National Visa Center، که موقعی که پرونده اداره مهاجرت اینو تصویب میکنه میره نشنال ویزا سنتر. نشنال ویزا سنتر یک فیایی باید بدن، فیا رو میدن، یه فرمای باید پر بکنن، ضمانت مالی باید بدن، فلان نبیسن، کارش تموم میشه، یه نامه براشون میاد که کار شما تموم شده، پرونده هیچ نقصی نداره و ما باید چیکار کنیم؟ سب کنیم کنسولگری از ما به ما بگی که برنامه مهایندهشون چیه، چند تا اپلیکنت رو میتونن بهشون وقت بدن که بیان برای مسابقه ایمیگریشن برای ایمیگرانت ویزاشون کار بکنن. خب باور کنین من یکی از نزدیکای خودم، خیلی از نزدیکای خودم، یعنی خیلی نه، یکی از یه خیلی نزدیک من که پروندهش هست، من دارم انجام میدم پروندهش، الان 2 ساله منتظر گرفتن چیز هستیم، منتظر گرفتن اپوینتمنت از کنسولگری هستیم. خب اصلا تلفن میکنم بگم چی شد کارمون چیه،
آدم شرمن است، برای اینکه اون هر دو ماه یه مرتبه اون ماشینه یه دونه شامبوی که این کوری میفرستی میگین آقا وضعیت فرنده چجوره، همون نامه دو مرتبه کامپیوتر پرینتش میکنه میفرسته برای تو، همه چون کامل فرنده بشین ماشین نفرشین بشقاباتو نگه داریم فلان 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 اینا تا مصاحبه انجام شه. آره، آیا کاری میتونم بکنم؟ نه. آیا تلفن کردن مرتب؟ خوشحال میشم من با همه صحبت بکنم، همینجوری در ظرف این 20 خورده سال پیش انجام دادم، ولی بعضی موقع میبینم جوابی ندارم کسی بدم. بیشتر من خواهش میکنم که با ایمیل به من تماس بگیرین، برای اینکه ایمیل رو آدم یک میتونه کاملا با خیال راحت بهشون جواب بده، بعدن قاطی نکنه. مثلا بگم من چجوری میگم قاطی نکنه. من هفته پیش برای یه آقای مندیمس چیز کرده بودم، برای اینکه پسر خیلی منتظر بوده و فلان پسر اینا، در همین ضمن با تلفن دیگه من داشتم صحبت میکردم که آقایی بود که از ایران بود، 3 سال پیش رفته بود مصاحبه و چون یک اداره کار میکرده در ایران و این رو براش چیز دادم، بکران چک دادم. خیلی خوب، ما موقعی که مندیمس فایل میکنیم، مثلا بگم من در کالیفرنیا هر کدوم از این فدرال دیستریکت ها به حساب دادگاه های فدرال هر جا میتونم تقاضا کنم، برای که چی؟ برای که وکیلی کالیفرنیا. ولی اگر من بخوام برای یه نفری که مثلا بگم در نیوجرسی هستش یا در تکساس هستش، باید اول من چی بشه؟ وکیل اون ایالت بشم. وکیل اون ایالت هم سخت نیست، یه چیزی به نام رسیپراسیتی. بنده 5 سال که در کالیفرنیا، البته امتحان کالیفرنیا و امتحان نیویورک سخت‌ترین امتحان است برای کسی که از دانشکده حقوق فارغ التحصیل میشه و بخوایش لایسنس بدن، تصدیق وکالت بدن. خب من 5 سال که در کالیفرنیا دارم وکالت بکنم، میتونم به هر ایالتی به اون قسمت امور استیدبار اون ایالت یه نامه بنویسم که من میخوام اونجا لایسنس بگیرم. میگن یه مثلا $100 $200 پول بده و فلان اینا، این فیا رو بدی و برات ما لایسنس صادر میکنیم. خب تا وقت بعد حالا که من اومدم مثلا بگم وکیل اون ایالت شدم، باید از فدرال کورت اونجا نام نویسی کنم. اینم خودشه تقریبا 1-2 ماه طول میکشه. در ضمن که این با این آقایی که در کالیفرنیا هست، شما من دیمسش فایل کردم صحبت میکردم و میگفتم که دولت باید مثلا استاندارد اینه که باید 60 روزه به جواب یه شکایتی به یه شکایتی باید جواب بده، در ضمن با اون آقایی که از ایران زنگ میزد صحبت میکردم و بهش میگفتم که برای اینکه من تو اون ایالت این کار رو بکنم 120 روز طول میشه، این دوتا رو قاطی کردم. اتفاق میفته، برای همه اتفاق میفته و من باید کمی بیشتر توجه میکردم، ولی اشتباه منی بود که به این آقای تو کالیفرنیا گفتم 120 روز، اینم تکتایی گفت 120 روز، گفتم باره و تاکیدم کردم، در صورتی که برای یه لحظه اشتباه با من بوده، اشتباه با هیچ کدوم از اونها نبوده و این مسئله اینجوری بودش. حالا کسانی که من دیمس فایل میخوام بکنن از ایالاتی دیگه در کالیفرنیا، من فورا فردا صبح میتونم یک شکایت رو فایل بکنم، ولی در ایالت دیگه ما باید بگیم که اون فدرال کورت در اونجا حوزه قضایی داره، باید من اول وکیل اون ایالت بشم بعد به فدرال کورت اونجا، ممبر فدرال کورت اونجا باشم. من اینجا ممبر فدرال کورت نوردن کالیفرنیا، سادن کالیفرنیا و سنترال دیستریکت هستم، برای اینکه هر سجا رو تقاضا کردم، احتیاج پولم نداشته، فقط یه فرمی پر کردم و دادم، البته ماهیانه الان دارم هزینه میکنم. ولی این میخوام بگم که بعضی موقع ها
اگر که شما با ایمیل برای من سوال بکنید. یک اینه که احیانا اگر من تلفن رو جواب ندم بدونی که شماره تلفنتون رو من توی دایرکتوری ندارم و این فکر کنم اسکم از این تلفن های تبلیغاتیه، پیغامتون رو بذارین، اسمتون رو بذارین، من فورا بهتون جواب میدم. یکی اینم که اگر اون شخصی که در اون ایالت دیگه آمریکا هست و میخواد بیاد و من براش بنده ایمس فایل کنم، برای اینکه اصلا عجیبه 3 سالی که رفتم مصاحبه نمیتونه، برای اینکه اون کیس مشابه اونو من داشتم که البته اون شخص نوردن دیستریکت بود، یعنی طرف سان فرانسیسکو بود که من میتونستم اینجا فایل کنم براش، و موقعی که براش فایل کردم شکایتی از کردم به دو، البته به وزیر کشور این طرف اون طرف، ولی خب یه مرتبه برای اینکه کنسولگری زیر نظر وزارت کشوره از کنسولگری وقت کردن که گفتن که تلفن کردن گفتن که من فلان کسی هستم از کنسولگری فلان جا زنگ بزنم خودم، گفتم بفهمید کارتون چیه، گفتش که من بخواستم که در این مورد پرونده یک اکستنشن بدم 120 روز به من وقت. گفتم آقا شما 3 سال نشستین روی این پرونده، اگر شما 120 روزه میتونستین کار بکنین چه تالا نکردین، اگر 3 سال کار نکردین چجوری میتونین توی 120 روز. خلاصه این طرف اون طرف چونه زدیم و بالاخره من 30 روز توافق کردم که با هم دیگه به حساب تغییر شدیم و بیایم چیکار کنیم، پرونده رو ویزا رو بدن که ویزاشون رو دادم. به هر صورت من بخوام میگم که الان یه مسئله دیگه هم که من بخواستم بیشتر صحبت کنم، البته من تلفن رو الان نمیدونم، خیلی زوده مثل که من تلفنی نشیدم، ولی هر کس سوالی داره تلفن بخواد بکنه من تلفن رو جواب میدم. یه چیزی که میخواستم بگم اینه که الان به واسه این ویروس کرونا که اومد اصلا مثل یک دنیا رو به هم ریخت. یه چیزی که ما 100% میدونیم اینه که ببینیم ویزاها چه شده، اپلیکیشن ها هم باشته شده برای چی مدت زیادی، یا اینکه مثلا به علت کووید 19 بودش یا به علت ترافل بن بودش یا به علت این کنسولگری رو یه ما همه جای دنیا بستن چی شد. ولی اون چی که مسلمه وقت الان خیلی طول میکشه. در همین ضمن ببینیم کمبودهای کاری چجوری شده، یه عده اومدن دیگه از خونه کار میکنن و نمیخوان برگردن با آفیسا. آفیسا الان واقعا بگم مشکل، ساختمون 20 طبقه است خالیه تقریبا. از یه طرف نگاه میکنیم ببینه که یک عده فشاره، مثلا تو بیمارستان رو که نگاه میکنی ببینی الان یه لایهی بردن مجلس که ما شورتج نرس داریم، کمبود نرس داریم و باید که بیان همونجوری که در زمان خیلی قدیمم میمدن هر کسی لایسنس نرسینگ داشت بهش گرین کارت میدن، الان میخوان چیکار کنن؟ یه همچون لایحه رو بردن توی مجلس که من فکر میکنم که یه عده دارن ریتایر میشن، یه عده دیگه نمیخوان برگردن سر کار، هاسپیتال ها اومدن تمام خیلیشون بدون نرس هستن و به خصوص در فکر میکنن که در آتیه نزدیکی به اندازه کافی نرسینگ سکول ندارن که بتونه این احتیاج به نرس رو چی بکنه، منیج بکنه. خب در قدیم خیلی اکثر بیمارستان که شما میرین میبینی که نرس های مال فیلیپینز هستن که اینا مدارس اونجا دارن میرن امتحان رو میدن. شما اگر که این مسئله بالاخره فکر میکنم که با وصف که الان یک سرصداهای زیادی در مورد انتخابات و نمیدونم مثلا تمام اخبار
روی انتخابات، اکثرا روی مجلسام که به سبب جنگ بین دو تا گروه هستش، ریپابلیکن ها و دموکرات ها، و آیا این مسئله نرسینگ رو اینقدر بهش جواب میدن که بیا چی بشه که بیان به نرسا اگر کسی لایسنس داشته باشه بهش ویزا بهش بدن. دینا من تلفنه. الو الو، سلام، خسته نباشی دکتر. مرسی، بفرمایید. جناب دکتر یه سوالی دونه، یه چیز جدیدی گفتم که برای پدر مادره که برای بچه هاشون درخواست کردن که به حساب بیان امریکا، یه چیز جدیدی گفتم که اگه پدر مادر یه مثلا سیتیزن باشه دیگه درخواست بکنه بچه هاشون، بچه دیگه کسی رو سیتیزن نمی کنن. تازه یه چیزی که ما همیشه دنبال این هست می خبرها بیان این تو جریان شده یا نه، یه چیز نمیدونم واقعیه داره یا نه. من سوال رو نفهمیدم چیه. پدر مادری که سیتیزن هستن چیه؟ من سیتیزنم. اگه okay. پدرم که درخواست کردن که بیاد میگه نمیتونه که مثلا ما پدر مادری که سیتیزن هستن اگه بره بچهشون مثلا درخواست میاد بره فامیلشون درخواست میکنه اونا دیگه سیتیزن نمیشن. این حرفو کی زده؟ بذار من اول سوال رو بفهمم. شما میخوام بگین که شما سیتیزن آمریکا هستین، برای پسرتون تقاضا کردین، بعدن شما مثلا برای خواهرتون یا برادرتون نمیتونین تقاضا بکنین. اینو من درست فهمیدم یا نه؟ خواهر برادر نه، همون فرزندشون یا فامیلشون در هر صورت کلی مثل اینکه گفته حالا نوشتن نمیدونم تو مثل تو چیز کردن قانون رو برده مجلس یا اینکه تصویبش کردن نمیدونم. ببین من بذار اول من سوال قشنگ بفهمم، موقعی که سوال رو فهمیدم بهتون جواب بدم. شما به من میگین که اگر شما که سیتیزن آمریکا هستین برای پسرتون تقاضا کردین دیگه بعدش چیه؟ تصویب کردن که دیگه کسی که سیتیزن پدر مادر به هیچ فامیلی کسی یک ها درخواست کنه نمیتونه اونا سیتیزن بشن. ببخشید من کمی مثل که اگر شما که سیتیزن هستین برای پسرتون تقاضا کردین دیگه کیا نمیتونن سیتیزن بشن؟ یعنی من برای بچه ها برای فامیلم درخواست کنم که اینا بیان، من برایش دعوتم بفرستم بیان اینجا اپلی اسکور بکنم که بخوام سیتیزن بشن مثلا مهاجرت بکنم، میگه دیگه نمیخواد کسی نه اجازه بدین سیتیزن بشه اینجا. اجازه بدین من اینو درست فهمیدم یا نه. شما سیتیزن آمریکا هستین، برای فرزندتون تقاضا کردین، آیا برای کسان دیگه ای که واقعا میتونین تقاضا بکنین شما میگین یه قانونی اومده که نمیتونین دیگه برای اون افراد تقاضا بکنین، درست فهمیدم یا نه؟ آره آره دیگه یکی به قبل خودم سیتیزن همینجا هستم دیگه، هیچ کسی مثلا ممکن کسی ویزیت بکنه بیا بره یه چند ماه بمونه و بعد مثلا من بالا میخواد بیا منو ببینه برگرده ولی سیتیزن دیگه نمیتونه بشه. این حرف کاملا بی اساسه. برای چی؟ میگه تو فکر بکنی نمیدونم گفتم شاید شما خبر دارین اینو دو باید بگرمینه بذار من جوابتونو بدم، احتیاج به سرچ نداره. ببین مسئله این چهار تا پنج تا کتگوری که یک فامیل برای یه نفر دیگه تقاضا بکنه، یکی از ایمیدیت رلاتیف، یعنی بنده که سیتیزن آمریکا هستم اگر برای همسرم که خارج از آمریکا هست و آمریکایی نیست ایلین هست تقاضا کنم، برای اینا خط ویزا وجود نداره، ایمیدیتی باید بهش ویزا بدن. فقط چیه ایمیدیتی؟ نه که فردا بهش ویزا بدن، بعد از اینکه پروسس اداری تموم شد میان بهشون ویزا میدن. بعد برای کیه؟ برای کسی که سیتیزن آمریکاست برای فرزند متأهلش مجردش تقاضا بکنه. خیلی خوب این هستش و میتونه چکار کنه؟ برای فرزند متأهلش تقاضا بکنه، ولی تو صف یک کمی باید وایسه. یکی دیگه هستش که برای یه نفری که گرین کارت داره برای همسرش و فرزند زیر 21 سالش میخواد فرزند خواندش باشه یا نباشه برای اون تقاضا بکنه، اونم یه مدتی طول میکشه. کاتگوری دیگه هستش چیه؟
برای یک سیتیزنی که برای فرزند متأهلش تقاضا میکنه، اونم طول میکشه. کاتگوری آخرش یه خواهر و برادره، این رو رئیس جمهور نمیتونه عوض کنه. کی میتونه عوض بکنه؟ مجلس میتونه عوض کنه. چرا مجلس باید چی بکنه؟ برای اینکه این قوانین ایمیگریشن قوانین فدراله. موقعی که این نوشته شده رئیس جمهور میتونه بگه، مثلا بگم به علت کرونا برای یه مدتی از این کسانی که از این ممالک میان این اطلاعاتو بخواین، ولی نمیتونه بگه بهشون ویزا ندین. عقب میفته همونجور که دیدیم عقب افتاد. ولی به اینکه بخوام بگن که به اونا ویزا، شما به عنوان یک سیتیزن آمریکا که برای پسرتون تقاضا کردین و پسرتون هم من میدونم مشکلات ناراحتی اینا داره که، ولی آیا شما برای کسی که نمیتونین برای کسی که مثلا بگم برای اگر یه پسر دیگه داشتین یا اگر یه دختر دیگه داشتین یا اگر خواهر و برادر دارین برای اونا میتونین؟ 100% میتونین. هیچ کسی هم جلوشو نمیتونه بگیره، حتی رئیس جمهور آمریکا. برای که رئیس جمهور آمریکا مجری قانونه، قانونگذار نیست، قانونگذار مجلسه. مثل همین جریان داکا هست، این بچه‌هایی که وارد آمریکا شدن زیر 16 سال بودن، مدرسه رفتن، به حساب دریم اکت هم بهش میگن، و الان اینجا موندن و رئیس جمهور که در اون موقع اوباما بود اومد به اینا اجازه چی داد؟ گرفتن پرمیت برای کار گرفت و دیفرد کرد. اینا گفت همشون اخراجی هن. ولی قاضی ها یعنی وزارت دادسته کارای اینا رو کمی عقب بندازین، پرونده هاشون رو عقب بندازین. عقب انداختن و آخرین دستوری که کورت دستور داد گفتش که نه، ایشون حق ندارن یا رئیس جمهوری دیگه حق نداره که به اینا بیاد گرین کارت بده، مگر اینکه این بره تو مجلس، توی مجلس بیان تصویب بکنن، اون وقت به این 800-900 هزار نفری که الان توی صف وایستن بهشون ویزا بدن. 100% صحبتی که شما فرمودین، من نمیدونم منبع صحبت کجا بوده، ولی صحبت درستی نیست. ولی حالا من نمیدونم، شاید گفتم این یک گوشی دست ما بدم تو مجلس، این نوشته بوده که طرف گنده بوده که تو مجلس بردن، که مثلا هندی ها که بود یکیش میان نمیتونم خانواده را از این کشیدن رو بردن. مثلا حالا من بخوام به حالا پسرم مجازده، میخوام مثلا بیا اینجا حالا منو ببینه، میگه سیتیز مثلا سیتیزنی، من بخوام سیتیزنش بشه، گیری کاردش سیتیزن بشه، مثلا دیگه من نمیتونم فامیلم بیاد سیتیزن بشه. من یه همچیزه، اولا شما میگین این تو قانون اصلا به طور کلی بشکن هرسه، فلانی فلان چیز رو گفته از فلان جا خونده. اول آدم باید بره منبع اطلاعات رو ببینه چیه. من نگفتم حتمنه، گفتم یا شما سوال بکنم ببینید آیا توی بخش نوشتن که توی مجلس بره مثلا رأی بدن یا توی مجلس بتونه، شما الان میگید خود مجلس باید کنگره کار بکنه، شاید هم به خاطر جمعیت بیان اینجا یکی بیاد مثلا میگه همه رو میاره سیتیزن میکنه، مثلا حالا شاید هم تصمیم گرفتن همچین قانونی ببرن مجلس. نمیدونم، گفتم از شما سوال کنم اینو چیزی حالا شما شاید هم در آینده بتونی پیگیریش بکنی ببینی واقعیت داره بردن تو مجلس یا نه. من شکی نداره که اکثرا پیش از اینکه بیام اینجا که روی تلویزیون صحبت کنم، روز پیشش میرم تمام اخبار رو اینور اونور رو در مورد ایمیگریشن سوال میکنم. مثلا بهتون بگم یه خانمی 2-3 روز پیش به من یا هفته پیش به من زنگ زد یا به دفتر با خانمی که به حساب تلفن جواب داد با اون صحبت کرد که تقاضای پناهندگی کرده، گفت فلان کیزه گفته که فلان جوریه. گفتم نه آقا جون، الان 1,800,000 نفر در داخل آمریکا که یا به طور قانونی واردشن یا غیر قانونی واردشن تقاضای پناهندگی کردن. نیویورک اصلا دیروز اعلان کرده نمیرسیم ما دیگه به پرونده های اسالم بررسی کنیم، برای اینکه از بس همینجور اینا وارد مرز شدن، سوار اتوبوسشون کردن فرستن نیویورک، فرستن کالیفرنیا. بنابراین
مسئله اسالم مثل این. من بگم 20 سال پیش ما اسالم تقاضا میکردیم 2 هفته و بعدش چی میشد؟ اپوینتمنت میگرفتیم. الانم یه همچی چیزی هست، به شرط اینکه کسی که تقاضای اسالم میکنه بعد از ژانویه 2022 اومده باشه، ایمیلی تقاضا کرده باشه، زمینه. ولی من این صحبتی که شما کردین بررسی میکنم، اگر چیزی باشه خدمتتون صحبت میکنم. برنامه من تموم شدش، روز و روزگار شما خوش، تا هفته دیگه. دکتر ایرج ناصریان، وکیل رسمی امور مهاجرت در ایالت کالیفرنیا، دادگاه های فدرال و دادگاه های BIA در خدمت جامعه ایرانی و فارسی زبانان در سراسر جهان. در دفتر حقوقی دکتر ایرج ناصریان امور مربوط به اخذ ویزاهای کار، دانشجویی، اقامت دائم و گرین کارت، تبعیت و همه موارد قانونی مهاجرت به ویژه جلوگیری از اخراج موکلین با دقت پیگیری و تا گرفتن نتیجه مطلوب انجام می شود. برای انجام کارهای مهاجرتی خود با اطمینان با دفتر حقوقی دکتر ایرج ناصریان تماس بگیرید. تلفن های تماس 855-947-7900 و یا 310-337-7900 و یا ارتباط از طریق وبسایت www.lyingcal.com.